اکبر جوجه خیلی خوردم تو راه گرگان، ولی نمیخوام تایی برای اکبر جوجه کنم، ولی واقعا خوشمزه. دوست جانم ملیکو دوست منو ببینی؟ نم رویا جون دوست 28 ساله من. دوستان امروز تصمیم دارم اکبر جوجه آموزش بدم. ما معمولا روز 13 به در خب غذای باربیکیو درست میکنم، یا جوجه کباب یا کباب. امسال به احترام به کسایی که روزه میگیرن ترجیح دادیم که کباب اینو تو تراس درست نکنیم. خب من میخوام اکبر جوجه درست کنم، گفتم فقط اون توزه اولیه بدم. برای اکبر جوجه شما سعی کنین از مرغ کوچیک کوچیک استفاده کنین، 1 کیلو نهایت 1.2 کیلو. بعد زمانی که میخواییم بدون اونجا کاملا داخلش رو تمیز کنن، یه مرغ ما دو قسمت میکنیم، یعنی یه طرفش کاملا رون و سینه. و توضیحی که بعد دارم، نکتهی که بعد بهتون بگم اینه که حتما برای اکبر جوجه پوست مرغ باید روش باشه. خب بهتره که 1-2 روز قبل شما اکبر جوجهتون رو مزه دار کنید. چیز آنچنان برای مزه دار کردن نمیخواد نمک نسبتا زیاد، یه کوچولو پودر زنجبیل حتما استفاده کنید. خیلی خوب بوی زهم مرغ میگیره. آب لیمو و زعفرون هم کاملا سلیقه‌ایه. توی اون فرمول اصلی اکبر جوجه زعفرون نداره، ولی من 1-2 بار زعفرون زدم تا طعمش بهتر شد. خب چیکار می‌کنیم؟ این پودر زنجبیل رو به این شکل با نمک اضافه میکنی، تمام قسمت های مرغ رو آغشته به این پودر رو نمک میکنی. خب من بکشم نقل توی یه ظرفی که بعدا روش رو سلفون بکشین یا درش رو بذاری. من سری یه دونم پیاز رو، یعنی سری قبل جات خالی با این روش درست کردم، خیلی خوشمزه شد. یه دونه پیازم به شکل حلقه یه درشت کردم. من 2 روز زودترم دارم آماده میکنم. یه کوچولو هم زعفرون و آب لیمو. آبلیمو هم نسبتاً زیاد، من حدود 3-4 تا قاشق برای 2 تا مرغ نفر یه تیکه میخوابونیم داخل ظرف. هر 5-6 ساعت میام یه به هم میزنیم کاملا این مواد رو با هم تا به خورد هم بره کاملا. گفتم من 2 روز زودتر دارم آماده میکنم، مشکلی نیست. اگر یه روز زودتر، بازم اگر یه 4-5 ساعت هم زودتر خواستین درست کنیم، مشکلی نیست، قشنگ طعمش رو میگیره. خب حالا من همه اینا رو مزه دار میکنم، سلفون میکشم و میره داخل یخچال. خب به این شکل تمام قسمت های مرغ، ببینید این زیر بال و رون سینه این داخل همه رو به این شکل مزه دار کردیم با این ادویه ها. ادویه که نه، هم نمک و پودر زنجبیل مرینت کردیم با آب لیمو و زعفرون. خب اکبر جوجه‌مو میره داخل یخچال. فراموش نکنید حتما هر چند ساعت یک بار بیاین کاملا مواد رو زیر رو کنید. سلام دوستان، چطوری؟ امیدوارم تا الان بهتون خیلی خوش گذشته باشه. امروز 13 بدره، ما منزل بودیم. حالا من امروز تصمیم داشتم خونه اکبر جوجه درست کنم. اون مراحلی که اکبر جوجه رو مزه دار می‌کردم بهتون گفتم. بچه‌ها سفرن، من و فرهاد خونه بودیم. یکی از دوستای قدیمیم که دوستای 28 سالمون رو من 8 سال بود گم کرده بودم، از طریق یوتیوب دختر خانمش منو دیده بود اونجا. ما با هم دیگه کانکت شدیم دوباره. دوستم زنگ زد گفتش که بچهای منم سفرم با همسرم با همین پاشیم بیاین شما هم اطراف تهران، یه جای باغ خیلی قشنگی دارم. ما رو دعوت کردم، ما از دیشب جاتون خالی اینجا. به آفتاب تو چشم میزنه عینکو بزنم. بعد امروز اومدیم مهمون عمو بهرام و رویا جون هستیم. حالا اکبر جوجه هم آوردم اینجا درست کنیم. رویا جون هم زحمت کشته جوجه کباب آماده کرده. 13 به در رو با هم دیگه باشیم. رویا جون بیا اینجا، یه با دوستامون هم یه سلام علیکم دوست منو ببینی. نم رویا جون دوست 28 ساله من. البته دوستای قدیمی فرهاد بودن، قبل از ازدواج ما هم در ارتباط بودن، یعنی همسرامون با هم دوست بودن. بعد از ازدواج ما با هم دیگه دوست شدیم. میگم یه تایمی همدیگر رو گم کردیم، ولی خوشبختانه از کانال، از طریق کانال آشپز عمکتی دوباره دوستای قدیمی رو پیدا کردم. امروز با ما باشین.
سیزده به در خیلی خوبی داشته باشین. مرسی عزیزم. قربون. جاتون خیلی خالیه. سیزده به در 1402 در کنار دوستان گلمون. نزدیک آبشار نیاگارا نگاه کنید. بله. این آبشار. هوا امروز عالی خوشبختانه. خوشبختانه. جای همگی خالی. اینم شهر دنیای هلندی منه. خیلی هم خوشگله. از اونجا هم فیلم گرفتم از شکوفا. این دمروبایی من انرژی هسته. این دمروبایی من انرژی هسته. این دمروبایی من. بعد دوستان جالبه اینجا رو از صفر تا صدش رو خود انبهران انجام دادن. یعنی طرحش رو دادن و براشون اینجا رو ساختمونم بازسازی کردن و این باغ رو درست کردن. به به. اینجا آرامش چه آرامشی. و از این ور صدای آ. جای همگی خالی. اینجا هم پر از درخت های میوه است. کلی هم هزار ماشاءالله بار دادن. درخت آلو و یه درخت اینجا این گلابیه. منم که عاشق گلابی به دوستامون گفتم هر موقع میوه‌تون بار داد واسه من یه سهم جدا بذارین. از قرار منم از این گلابیه آبدار با طعم این گلابیه نتنس است. نه ببینی همه آلو هزار ماشاءالله پر بار. انار و انجیر رو حالا تا اینجایی که عمو بهرام به من گفته. و الان میخوایم بریم شهرکم یه دوری بزنیم با هم دیگه بعد برگردیم اکبر جوجه رو با هم دیگه آماده کنیم. هوا هم آفتابی خوشبختی. دیشب یخ کردیم. خیلی هوا سرد بود دیشب. بیم یه دورم شهرک بزنیم ببینیم که حالا هوای روز 13 بدر شهرک در چه حال اوضاعیه. خب اکثرا توی داخل ویلا هستن. قدیما اینطوری نبود. هر کی میرفتن هر شهری اطرافش میرفتن و یه تور والیبال میزدن و 13 بدر رو کنار آب و اینا بدر میکردن. ولی الان خوشبختانه اکثر مردم یه ویلا شخصی دارن و میرن سیزده بدن اونجا. اینجا تور والیبال هم زدن. الان وصل کرد. الان دیدم. شالا که امروز به همگیتون هر جا هستین کلی خوش بگذره. برد ما رو برد. خب بریم با هم دیگه اکبر جوجه خوشمزه رو درست کنیم. میگن زندگی غیر قابل پیش بینی. من قرار بود این اکبر جوجه رو خونه درست کنم. دیگه یه هست دوستان لطف کرد دعوت کرد باغشون رو حالا درست میکنیم داره هم میخوریم. من خواستم بیرون درست کنم توی محبته ولی به حدی باده که این اجاقه رو که گذاشتم باد خاموشش میکنم. خواستم خیلی قشنگ تو حال هوای سیزده بداری اکبر جوجم درست کنم نشد. خب اینجا باغ یه ذره امکاناتش کمه. من معمولا اکبر جوجه رو توی قابلمه گود درست میکنم. خب حالا این مایتابه خوبه تا این حد ما مایتابه رو پره روغن میکنم. روغن حتما سرخ کردنی باشه. روغن پخت و پز و اگر اکبر جوجه رو داخلش درست کنیم مطمئن باشیم که میسوزه. حالا تیکای مرغ و اون پیازی که داشت کاملا از روش برمیداریم. اصلا پیاز نمونه. من فقط ببینم یه امتحان کنم. خیلی خوب تیکای مرغ و از طرف پوست میذاریم داخل روغنمون. حالا من یه کوچولم روغن دوباره میریزم. تقریبا این اکبر جوجه ها توی روغن شناور باشه. خب بعد از اینکه جوشید که الان کاملا جوشده زیر حرارت رو کم میکنیم. کم کم یه تایم یه ساعته میدیم. البته این اکبر جوجه ها چون که دو روز مزه دار شده و کوچیکم هست میدونی که مرغ کوچیک زودتر آماده میشه و میپزه. پیازا رو جدا کنی چون پیازا بره داخل این روغن میسوزه. خب به این شکل پیازا رو بردارم و خب حالا نه روغنش خوبه. نه دیگه نمیخوام روغنش خوبه. در مایتابه رو میذارم. حرارتم کم کم یه تایم یه ساعته میدم. کاری هم نداره. فقط میام توی فاصله سر میزنم و غیره که روی جونم برنج واسم تو پلو پز درست کنه. در مایتابه رو بذار حرارت رو کم کنه. اکبر جوجه رو بذار تو حال خودش تا کاملا بپزه و بشه اون اکبر جوجه رستورانی. میام ببینم اکبر جوجه‌مو در چه وضعیه. خب من یه امتحان کنم ببینم پخته اکبر جوجه زنم بیارم توی کادر کاملا. خب الان یک ساعته که جوجه روی حرارتن. گفتم اکبر جوجه از اون مرحله شروع
تا انتها یه تایم 3-4 ساعته میخواد، بازم بستگی به سایز جوجهتون داره و زمان پخت مرغتون. من فکر کنم با توجه به اینکه دو روز این جوجه رو مرینت کردم تایم 3 ساعته آماده بشه. خب دوباره در مایتا بریم، بعدیم همچنان حرارت پایین کم، یه فرصت 1 ساعته دیگه میدم. یک ساعت نیمه که اکبر جوجه‌مون روی حرارته، من ساعت 1:45 اکبر جوجه گوشم رو حرارت، الان ساعت ببینم یه بار دیگه که 3:15، دقیقا یک ساعت و نیمه. ببینین چنگال میزنی خیلی کوچولو، ببینین مخصوصا سینه مرغ یه زدی به به کاملا پخته. میگم من هم مرغی که گرفتم کوچیک بود، هم خیلی حسابی بعد دو روز مرینت شده، اون با اون مواد که مرینت شده کاملا تو خوردش رفته. خب توی این مرحله یه ذره حرارت رو میبریم بالا و در حال قابلمه یه مایتابه رو نمیذاریم، میذاریم تا کاملا اون سمت پوستش سرخ و طلایی شه، بعد برمیگردون سمت دیگه. خب دوستان ببینین دیگه اکبر جوجه ما به اون مرحله رسیده که اون قسمتی که با پوست گذاشتم کاملا سرخ شده، برمیگردونیم تا سمت دیگه شم سرخ شه. گفتم از اولی مرحله مرغ یا جوجهاتون رو از سمت پوست بزنید داخل روغن، بعد از اینکه مرغتون رو برگردوندین حتما حتما بالا سر غذاتون باشین، چون که سمتی که بنشه گوشت پوست نداره خیلی زود سرخ میشه. از کجا میفهمیم که زمانی که بعد مرغ برگرده؟ کاملا از این بغل مشخصه. یه کوچولو بلند کنی با یه قاشق کفگیر که مرغت هم تو درستش ببینیم آماده است اکبر جوجه‌مون. خب بند میگردونم و خب اینم دیگه آخرین مرحله آموزش اکبر جوجه امروز ما. همونطور که میدونه اکبر جوجه در کنارش حتما حتما باید رب انار خوشمزه باشه برای سرو کردن. نوش جونتون، امیدوارم که خوشتون بیاد. فداتون شم. ببینیم دوست داشته خواهش میکنم امیکتی چی درست کرده برامون. نهایت دوستان تایم گرفتم تقریبا 2 ساعت غذای ما آماده شد. البته که این مایتابه ما یه مقدار ایراد داشت. نه ولی خوب در اومد رویا جون، عالی در اومد. من فکر میکنم نه عالی جای هم میگه خالی. حالا میخوام بلم آقایین که خوردن تیست کردن ازشون نظرشون بپرسم. سیزده به در همه مبارک. خب جای هم میگه خالی، غذا اونم آماده شد. این از اکبر جوجه. خب حالت کاملا پیکنیکی دیگه. این هم از روبنه و این بنجو. خب اما بهرام یه تیست میکنی این اکبر جوجه ما رو نظر بدین. خب فرهاد قبلا خب اکبر جوجه رو خورده، خیلی هم به عمو بهرام تعریف کردن. ایشون آقای رضایی هم تیست کنیم. اول که من میدونم این اکبر جوجه که جوجه درست شده با زحمات زیادی که کشته شده، من میدونم هنوز در خورده تیست مزه بسیار عالی خواهد داشت. حالا به دوستانمون بگین که به نظرتون چطور، ارزش داره تایم بذاره یه همچه قضیه درست کنم؟ تایم بذارن 100 در 1000 تایم بذارن. 1000% تایم بذارن. وای دلم سخت. من اکبر جوجه خیلی خوردم سورای گرگان، ولی نمیخوام تایی برای اکبر جوجه سن، ولی واقعا
خوشمزه. نوشه جونتون، نوشه جونتون، نوشه جون. آقای رضایی نظر شما چیه؟ علی خانم، من اگر خانومم اینجوری میتونه درست کنه ویلا رو به نامش نه خواهش میکنم. خب فرهادم که بارها اکبر جوجه منزل درست کردیم. خب اینم رویا جونو نمبر 1. ممنون دوستان، ممنون که امروز کنارم بودی. امیدوارم به شما روز سیزده بدر خوش گذشته باشه. ممنون تا یه آموزش بعد. خدا نگهدارتون.